إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وتركها على المحجة البيضاء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين وقال عز وجل ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مثل الجليس الصالح والسوء كحامل المسك ونافخ الكير فحامل المسك إما أن يحذيك وإما أن تبتاع منه وإما أن تجد منه ريحا طيبة ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد منه ريحا خبيثة أو كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. استاد نهایت بزرگوار محترم محمد عاطف صاحب، برادران محترم، خواهران گرامی، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. به سلسله دروس معرفت و معنویت امروز یک موضوع مهم به شما شریک می سازیم که در تزکیه نفس اهمیتی به سزای داره و اغلب علمای تزکیه و علمای معرفت و معنویت ای را به عنوان اساسی ترین وسیله تزکیه اشاره فرمودن که او همان صحبت صالحین است. صحبت و دوستی با صالحین یکی از وسائل نهایت مهم و مؤثر تزکیه نفس است. صحبت صالح دور صالح کند، صحبت طالح دور طالح کند. انسان با اساس طبیعتی که داره یا مؤثر است و یا متأثر است، لیکن اغلب انسان ها اثر پذیر هستند. بجای تأثیر گذار بودن، تأثیر پذیری اونا بیشتر است. انسان از ما حول متأثر میشه، از رفقا و دوستای خود متأثر میشه و بالاخره در هر جای هر مقامی که وجود داره تأثیر و مقام و مخالطه و دوستی و رفاقت را با هم میگیره. الله جل جلاله در قرآن عظیم الشان در چندین آیات به این موضوع اشاره فرموده و ای را ذکر کرده که تأثیر حتی تأثیر او به آخرت هم مفضی میشه. آیات سوره زخرف که خدمت شما تلاوت کردم، الله جل جلاله می فرمایه که رفقا و دوستها در روز قیامت همیشان دشمن یک دیگر می شوند، بجز از انسانای پرهیزگار و متقی، بجز از انسانای صالح. الله جل جلاله ای را ذکر فرموده
که این رفاقت ها و دوستی های دنیا این بی نتیجه نیست، این نتیجه داره. به روز قیامت و انسانایی که به ظالمین و ستمکاران دوستی و رفاقت داشتن سخت تأسف می خورن و سخت حسرت می خورن و می گوین که کاش که اینا را به دوستی نمی گرفتی. یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، ای افسوس به حالت ما که او فلان ظالم، او فلان مجرم، او فلان بیراه، او فلان گمراه، او را به دوستی نمی گرفتیم. لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی، ای کتابی که پیش ما آمده بود، ای ذکر و نصیحتی که توسط جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم به ما رسیده بود، ای رفیق و دوست ما مرا از این گمراه کرده. لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی. میبینین عزیزان گرامی، ای رفاقت و دوستی تأثیر داره. ای انسانای بیراه را که شما میبینین اساسا اینا بیراه نبودن، به فطرت سلیمه الله رب العالمین اینا را خلق کرده بودن. فطرت الله التي فطر الناس عليها. لیکن ما حول و رفاقت و دوستی و صحبت اینا را بیراه کردن. ای دوستایی که شما میبینین، ای قطاع طرق را که شما میبینین، ای ظالمین خرد و بزرگ را که شما میبینین، ای اساسا ای طور نبودن. ای انسانای ای جوانای خوبی که شما میبینین که امروز یک تعداد بزرگ اونا اینها معتاد شدن به مخدرات، اینا ای طور نبودن. دوستا و رفقای اونها اینا را بی سر حد کشاندن. با امی خاطر است که جناب رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم در یک فرموده مبارک خود می فرماید: الرجل على دین خلیله فلینظر احدکم من یخالل. انسان براه و روش و طریقه رفیق و دوستش است، و سو ببینه که دوستی و رفاقت او با کی است. فلینظر احدکم من یخالل، و ببینه که اگر دوستی و رفاقت او با انسانای دنیا پرست است، با انسانایی که موزی و ایزار رسان است، با انسانایی که عبادت الله رب العالمین را انجام نمی دهد، با انسانایی که غافل هستن، با انسانایی که فکر آخرت را ندارن، هر کس که به همچو انسانا دوستی و رفاقت داره، به همو قسم، به همو منهج، به همو طریقه و همو روش، بالآخرهی هم خدا برابر میکنه. فلینظر احدکم من یخالل. نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در مورد تأثیر خوب و تأثیر بد رفاقت چنین می فرمایا که مثل الجلیس الصالح و السوء کحامل المسک و نافخ الکیر. مثال صاحب و دوست و رفیق صالح و بد چنین است که رفیق و دوست صالح مانند عطار است، عطر فروش است که کاروبارش عطر است. ای عطار اگر با او دوستی میکنی، خامخا از خوشبوی عطر او مستفید میشی، جلوی را گرفته نمیتانه. گاهی میتانی که از او کمی از زمین خوشبوی بخری، یا ممکن که به تو هدیه و تحفه بده. عطار از کاروبارش
خوشبویی است. و مثال دوست و جلیس و رفیق بد مانند آهنگر است. اگر با او همیشه میشینی طبعا متأثر میشی، یا کالایت در میگیره، یا میسوزی، یا حد اقل امو گرد و غبار و دود و ای خود در مشامت میرسه. پس نبی کریم صلی الله علیه و آله و سلم به ای فرموده خود متوجه میسازه که رفاقت و دوستی تأثیر مستقیم به تزکیه نفس انسان دارد. اگر به اولیاء الله نشست و برخاست میداشت، ولی الله میشه. ای انسان مؤمن تو را به نیکی دعوت میده، از بدی منع میکنن، نعمت های الله رب العالمین به یاد تو میاره، یک کلمه خوب، یک حکمت را از او میشنوی، به طرف عبادت الله رب العالمین تو را سوق میده. اگر گاه اشتباه کردی او را تصحیح میکنه، او حریص است که به تو خیر برسانه، به حرص داره، او کمی ها و کاستی های تو را پردپوشی میکنه. و انسانای صالح اگر دوستی و رفاقت داشتی و در کار خیر مصروف بودی، دو تو را تقویت میبخشه، تو را تشویق میکنه، ترغیب میدهد، بمجالس علم، بمجالس ذکر، بمجالس خیر تو را میکشانه. بولیاء الله و انسانای نیک اگر دوستی داشتی با تو محبت میکنه، محبت بی غرض، محبت خاص با تو داره. اگر گاهی از نظرشان پنهان شدی تو را تلاش میکنه که دوست و رفیق ما خو مریض نیست، در مشکل خو نفتیده. اگر غافل شدی تنبیه میکنه. و بالاخره اگر به خود دعا میکنه تو را از دعای خود فراموش نمیکنه و میگوی ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالایمان. و بالاخره در روز قیامت در انتظار تو است که رو رفیق و دوست ما کجاست که با هم به جنت داخل شد. عزیزان گرامی، علما ذکر کردن که مهمترین فایده ای که به انسان از صحبت صالح میرسه او محبت الله رب العالمین. در صحیح مسلم یک حدیث را حضرت ابو هريره رضی الله عنه روایت کرده، نبی کریم صلی الله علیه و سلم حکایت میکنند که یک بار یک شخص به زیارت و ملاقات یک دوست خود بسیار به یک قریه دور و دراز رفت و پیش رویش به شکل انسان ملک و فرشته آمد و برش گفت که به چی خاطر آمدی ده اینجا؟ گفت که اینجا یک رفیق و دوست دارم، میخواستم که ملاقات او را بکنه. این فرشته از او پرسان میکنه که کدام هدف دیگری خود نداشتی؟ او میگوه که نه، فقط میخواستم که این شخص را به خاطر الله رب العالمین دوست دارم، به این ملاقات بکنم. این ملک برش میگوه فإني رسول الله إليك، ما از طرف الله رب العالمين به طرف تو قاصد هستم، فرستاده الله جل جلاله هستم. الله رب العالمين می فرمایا که به شخص بگو بأن الله قد أحبك كما أحببته فيه، که الله رب العالمين تو را دوست داره قسم کی شخص را بخاطر او دوست داری. یہ حدیث صراحتا دلالت میکنه کی محبت تو به صاحب ایمان، محبت تو به انسانای نیک، محبت الله رب العالمین را در حق تو واجب میسازه.
و در حدیث دیگری که امام احمد ایرا ذکر کرده و ابن حبان رحمت الله علیه و امام حاکم ایرا ذکر کرده، حدیث قدسی است که الله جل جلاله می فرمایا وجبت محبتی للمتحابین فی والمتجالسین فی والمتزاورین فی والمتبادلین فی، که الله جل جلاله اعلان می فرمایا که ثابت شد واجب شد محبت ما در حق او انسانایی که بخاطر ما با هم محبت دارن، بخاطر ما با هم یک بدیگه میشینن و بخاطر ما یک بدیگه ملاقات و زیارت میکنه و بخاطر ما در حق یک دیگر بذل میکنه، به یک دیگه کمک میکنه. خوشا به حالی که محبت الله رب العالمین را کسب کرده. عزیزان گرامی، این حدیث یک خوشخبری بسیار بزرگ است به همه ما و شما. فلهذا زمین جا اعلان بکنیم که ما و شما یک دیگر به خاطر الله رب العالمین دوست داریم. همه شما را ما به خاطر الله رب العالمین دوست داریم. به این محبت بر علاوه فایده دنیا که انسان به دست میاره، این بی فایده اخروی را شما ببینید. عزیزان گرامی، یک فایده مهم صحبت صالحین این است که انسان از دعاهای انسانای صالح مستفید است. بسیار فرق است بین او انسانایی که در روز قیامت با دوستای خود میگویا که یا الله ای دوستای مرا در لعنت گرفتار کن، ولعنهم لعنا کبیر، و کلما دخلت امه لعنت اختها، هرگاهی که یک گروهی از کفار داخل جهنم میشه با اندیوالا و رفقای خود لعنت میفرسته که اینا مرا گمراه کردن که اینجا آوردن. بین اینها و بین او انسانا که به زبانشان شب و روزی دعا است که ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم، یه فایده بسیار بزرگ است. انسان هیچ خبر نداره که در کدام گوشه و کنار عالم به او دعا میکنه رفقای او دوستای او. این فایده نهایت مهم است. با همین خاطر شاید بعض انسان ها در نتیجه دعاهای دوستای صالح و نیک اونا به جنت برون، شاید او قدر اعمال نداشته باشن. عزیزان گرامی، یک فایده مهمی صحبت صالحین این است که صحبت صالحین انسان را به طرف عبادت و اطاعت الله رب العالمین سوق می دهد. ابو قلابه رحمت الله علیه یک قصه را ذکر کرده. اونا می گویند که یک بار در یک بازار دو نفر با هم ملاقات کردند و رفیق شدن و دوست یک دیگر شدن. یک روز یک به دیگر گفتن که بین که این مردم خود در بازار در کارهای خود مصروف هستن، ما و شما بین کمی وقت بتیم استغفار بگویم. و ششتن استغفار کردن، از طرف الله رب العالمین بخشش خواستن، بخشش گناهای خود. چند وقت بعد یکی از اونا فوت کرد. ای اندیوال او را در خواب دید و برش گفت که امو شامی که ما و شما بخاطر استغفار ششته بودیم در بازار، خبرداری الله رب العالمین امو شب ما و شما را معاف کرده. امو شب الله رب العالمین اعلان معافی ما را صادر کرده.
یہ دوست و رفیق است که انسان را به طرف مسجد میاره، به طرف کارای خیر او را تشویق میکنه، به طرف حلقه های ذکر و وعظ و نصیحت و علوم دینی او را سوق میدهد. عزیزان گرامی، یکی از امی فوائد این است که انسان گاهی بدون ذکر از یک انسان نیک و صالح چیزی را بشنوا، فقط در مجلس او اگر او چند لحظه بشینه متاثر میشه. ابو اسحاق سبیعی رحمت الله علیه که یک تابعی است، و میگویند که کان معاذ بن جبل رضی الله عنه اذا رؤی ذکر الله، حضرت معاذ بن جبل رضی الله عنه را دیده بود و میگفت که او یک شخص بود که فقط بدیدن او الله رب العالمین بیاد انسان میاد، و تمام صحابه کرام امی قسم بود. یونس بن عبید رحمت الله علیه میگویا کان الرجل اذا نظر الى الحسن انتفع به و ان لم ير من عمله ولم يسمع كلامه. حسن بصری رحمت الله علیه یک شخص بود که فقط بدیدن به طرف او انسان مستفید میشد، اگر چی او نه کدام عملی را انجام میداد نه کدام سخنی میگفت. عزیزان گرامی، مجالس صالحین و صحبت صالحین و دوستی با صالحین ای فوائد را داره، و از همه مهمترین فائده این است عزیزان گرامی که انسان شفاعت را به دست میاره، شفاعت اهل ایمان در آخرت. در یک حدیث شریف نبی کریم صلی الله علیه و سلم ذکر فرموده که وقتی که اهل ایمان به جنت داخل میشوند، در جنت با هم میشینن و میگوین که ما در دنیا رفقا و دوستان داشتیم که با ما در جنت نیستن، گاهی روزم میگرفتن، گاهی نمازم میخواندن و به حجم میرفتن، لیکن با ما در جنت نیستن، کجا هستن؟ با اونا گفته میشه که به فلان و فلان گناه در جهنم رفتن. اینا به الله رب العالمین الحاح میکنه. در حدیث شریف کلمات ای قسم است که ما منكم من احد باشد مناشده لله، شدیدترین الحاح و اصرار میکنه که یا الله یا رب ذوالجلال، او رفقای ما، او اندیوالای ما که با ما امروز در جنت نیستن، اینا را از جهنم نجات نصیب فرما و با ما او را همراه بساز. الله رب العالمین سفارش اینا را قبول میکنه و به ای قسم به اونا گفته میشه که اخرجو من عرفتم، به همه آنهایی که معرفت و شناخت و دوستی و رفاقت داشتین اونا را بکشین. به امی خاطر علما میگفتن که استکثروا من الاصدقاء المؤمنین فان لهم شفاعه یوم القیامه، از دوستی و رفاقت اهل ایمان شما باید یک بهره خوبی داشته باشین، بسیار رفقا و اندیوالای داشته باشین، بخاطر ای که اینا در روز قیامت شفاعت میکنه. با امی خاطر او کفار و مشرکینی که از اهل ایمان دوستا و رفقا ندارن سخت خفه و پریشان میشن و در اونجا میگوین که فما لنا من شافعین ولا صدیق حمیم، امروز بما هیچ کسی نیست که صف در قصه ما باشه، بما شفاعت بکنه، ما هیچ رفیق و دوست را نداریم. عزیزان گرامی، و یکی از مهمترین فوائد صحبت صالحین نجات از روز خوفناک قیامت، و عالم محشر
که حتی انبیاء به زبانشان سلم سلم می باشه که یا الله سلامتی تو را می خواهیم. در او روز این انسانایی که با هم در دنیا رفیق بودن مطمئنن اونجا ازمی عالم و ازمی عرصات یوم روز محشر می گذارن و بسیار اطمئنان این روز دراز سرشان سپری میشه. قرآن عظیم الشان به این اشاره فرموده: الاخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقين يا عباد لا خوف عليكم اليوم ولا انتم تحزنون. ای اولیاء، ای دوستا و رفاقتها، کلشان در روز قیامت از بین میره، فقط دوستی و رفاقت اهل ایمان و اهل تقوا میمانه. با اونا الله رب العالمین اعلان میفرمایه: یا عبادی، ای بندگان ما، لا خوف علیکم اليوم ولا انتم تحزنون، ولا شما هیچ غم و خوف و حزن نیست. ادخلوا الجنة انتم و ازواجكم تحبرون. بسیار با اطمینان داخل بهشت شوید. عزیزان گرامی، قسمی که صحبت صالحین تأثیر مثبت داره در تزکیه نفس، در معنویت و در معرفت، همی قسم رفاقت و دوستی با انسانای بد تأثیر بد داره بالا انسان. انسان را گمراه میکنه، انسان را از جهنم از جنت محروم میکنه، بر علاوه از او در دنیا برشان مصیبت. لیکن مشکل انسان این است که دوستی و رفاقت او انسانایی که سبب سعادتشان میشه هم در دنیا و هم در آخرت، با اینا دوستی نمیکنه، از اونا دور میگره و کوشش نداره که در مجالسشان بشینن. متاسفانه فقط امو جایارا سراخ دارن، بیشتر با مشکل خود را میرسانه، با واسطه ها خود را میرسانه، با سفارش ها خود را میرسانه که در یک مجلس مجرمین بشینه و باز به او افتخار بکنه که این در مجلس او مجرمین ما داشت، او تصمیم او جرم که گرفته میشد ما اونجا بودیم. چی با مشکل کوشش دارن که خود را به اونجا برسانه، لیکن هم بدبختی و شقاوت دنیا را به دست میاره و هم بدبختی و شقاوت آخرت را. عزیزان گرامی، حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه می فرمود: ما اعطی العبد بعد الاسلام نعیم خیرا من اخ صالح. بعد از نعمت اسلام از برادر نیک و صالح نعمت دیگری وجود ندار. عزیزان گرامی، مسئله ساده نیست، این مسئله ساده نیست که با رفاقت و دوستی یک انسان صالح به تو حاصل شو. این طور نه که انسان دی کوشش بکنه، زحمت بکشه که او انسانی که بلا عوض و بلا غرض به تو خیر میرسانه، به تو فایده میرسانه و در مورد تو فکرمند است، او را از دست میدی. و او شخصی که سراپا شر است، دی دنیا به انسانای ظالم، به انسانای گمراه، به انسانای دوست، انسان نام نیک را کمایی کرده نمیتانه، همیشه به نام بد یاد میشه. لیکن اونجا انسان کوشش میکنه که رفاقت های اونا را به دست بیاره. امام شافعی رحمت الله علیه میفرمود که اگر یه صبحگاهی و سحرگاهی نمی بود و صحبت الاخیار نمی بود، در دنیا ما نمی خواستیم که دیگه بمانیم. یه صحبت اخیار و صحبت انسانای نیک و صالح مسئله ساده نیست. حضرت عبدالله ابن مسعود رضی الله عنه با دوستای خود میگفت: انتم جلاء احزانی، انتم یا اخوانی
جلاء احزاني، ای عزیزانی من، ای دوستا و رفقای من، شما خو سرور دل ما استی، شما غم و حزن را از ما میکاهین. واقعا می تو راست در مجالس انسانای صالح که انسان بشینه غمی او دور میشه، اندوهی او دور میشه، انسان مطمئن و انسان نهایت سعید میگرده. عزیزان گرامی، ما باز خدمت شما عرض میکنیم که ما و شما در صدد تزکیه نفس هستیم. تمام علمای تزکیه نفس بی تاکید کردن که بدون صحبت صالحین تزکیه نفس ممکن نیست. صحبت صالحین است که به تزکیه نفس ما و شما را میکشانه. ما خودم تجربه داریم، هفتوار در یک دو مجالس امیتور با رفقای خود میشینیم، ما احساس میکنیم که معنویت ما بالا میره، ما احساس میکنیم که غفلتی که بالا انسان تاری میشه در یک هفته، در مجالس نیک، در مجالس خیر، و از انسان دور میشه، به طرف الله رب العالمین و به طرف آخرت متوجه میشه. لیکن همه ما و شما تجربه داریم در هر مجلس که بشینیم از همه رنگی اون مجلس را میگیریم. در مجلس موتر فروشا اگر بشینین، بس کل روز ای بیم دبلیو با 20,000 است و فلان با بی طور است و فلان ای طور است، بس گپ مایمی باشه. در مجلس اهل دنیا و در مجلس ماده پرستا اگر بشینی امو چیزا، در مجلس فساق و فجار اگر ششتی امو رنگ را میگیره. به این خاطر است عزیزان گرامی که از امروز فیصله باید بکنیم که باید به او انسانایی که هم بدبختی دنیا و شقاوت آخرت به ما وسیله میشه، به اونا قطع تعلق بکنیم. بجز در یک مسئله که وقتی که به اونا نصیحت میکنیم، وقتی که اونا را تأدیب میکنیم، به این معنی قطع تعلق نی که به اونا هیچ گپ نزنیم، بس خب هیچ رای دعوت بند میشه. لیکن دوستی و رفاقت قلبی ما به اهل ایمان باشه، به انسانای صالح باشه. اقول قولی هذا و استغفر الله لی و لکم و لسائر المسلمین و استغفروه انه هو الغفور الرحیم.